طالبان با استاد سیداگل مینا چی کردند؟ وضعیت عصبوار استاد سیداگل مینا و گریه هایی که از او دست به دست می شود. در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. استاد سیداگل مینا از آوازخوانان سابقه دار در هنر و استاد چند دوره از برنامه ستاره افغان، از استادان پیشکسوت در هنر موسیقی پشتو. او تا قبل از سقوط حکومت آقای غنی به آوازخوانی می پرداخت، اما با ورود طالبان به صحنه قدرت دیگر نتوانست آواز بخواند و این گونه در انزوا قرار گرفت. چند روز است که تصویر با تغییر قابل توجه در چهره استاد سیداگل مینا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. با اینکه از او به عنوان یکی از استادان موسیقی در افغانستان یاد می‌شود، اما او امروز تا اینجا هنر موسیقی را کنار گذاشته است. با نشر تصویر از او در شبکه‌های اجتماعی، شمار زیادی از کاربران از وضعیتش نگرانند و طالبان را مقصر وضعیت فعلی او می‌دانند. استاد مینا به گفته برخی منابع نتوانست مانند دیگر هنرمندان با ورود طالبان از کشور خارج گردد. حالا برخی شایعات هم بر این اساس است که استاد سیداگل مینا از آوازخوانی دست برداشته است. طالبان که با ورودشان وعده همکاری با آوازخوانان را مشروط به ترک آوازخوانیشان داده بودند، انگار وعده هایشان را به یاد فراموشی سپردند، همانند استاد سیداگل مینا. خبرهایی از دستگیری استاد سیداگل مینا هم که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود، در واقع حقیقت ندارد و منبع دقیق این شایعات را تایید نمی‌کند. پیش از این هم در زمان حکومت قبلی استاد گلزمان وضعیت نابسامانی داشت. هرچند از وضعیت اقتصادی استاد مینا خبری نیست، اما این تغییر قیافه است که بیشتر توجه ها را به خود جلب کرده است. به هر حال امیدواریم استاد سیداگل مینا همواره به دور از گزند روزگار و در تندرستی و صحت‌مندی باشد. دوستان عزیز، شما همچنان نظرتان را برای ما در کامنت ها بنویسید.